من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم. نزدیک به 75 سال پیش همیهنان عزیز، یک مدرس گمنام در قم کتاب پربرگی نوشت زیر عنوان کشف اسرار هزار ساله یا کشف الاسرار. این مدرس 42 ساله که در آن هنگام با نام سید روح الله یا سید روح الله الموسوی الخمینی یا حاج آقا روح الله خمینی شناخته می شد، 34 سال پس از نوشتن این کتاب با نام امام خمینی، پایه‌گذار نخستین دولت شیعه در جهان گردید و به گونه‌ای که امروز همگان آگاهیم مسیر تاریخ ایران رو به هر حال دگرگون ساخت و جهان را با دشواری‌های تازه‌ای روبرو گرداند. انگیزه نوشتن این کتاب پاسخی بود به جزوه کوتاهی زیر عنوان اسرار هزار ساله نوشته علی اکبر حکمی زاده. تا آنجا که آگاهی داریم و آقای امینی هم بارها اشاره کردند، نه جزوه اسرار هزار ساله حکمی زاده و نه نوشتار بلند 234 صفحه‌ای آیت الله خمینی مورد بررسی جامع و نقد قرار نگرفته و بیشتر دانشپژوهان و پژوهشگران تاریخ با این نوشته آقای خمینی آشنا نیستند و چه بسا نسخه از آن را هم ندیده باشند. در این برنامه و شاید هم در برنامه هفته آینده همراه جناب آقای امینی به بررسی اندیشه هایی که آقای خمینی سالها پیش از انقلاب و طرح نظریه ولایت فقیه در این کتاب بیان کرده اند خواهیم پرداخت. آقای امینی بفرمایید این آقای حکمی زاده که بوده و ماجرای کتاب اسرار هزار ساله از چه قراره؟ آقای علی اکبر حکمی زاده فرزند یکی از سرشناس‌ترین روحانیان برجسته قم بوده. پدر ایشان به نام حاج آقا مهدی پایین شهری کسی است که هنگامی که آقای حاج عبدالکریم حائری یزدی برای پایه‌گذاری حوزه علمیه قم از یزد از عراق و از یزد و عراق به عراق در واقع از عراق به قم میآید، در خانه ایشان برای مدتی زندگی میکرده. یعنی چنین جایگاه برجسته‌ای در قم این آقای پدر حکمی زاده آدم بسیار سرشناسی بوده، از آخوندهای سرشناس قم به شمار میامده، حاج آقا مهدی پایین شهری. آقای حکمی زاده خب درس دینی رو در پیش پدر خوانده و مدرسه، یعنی درسهای حوزوی خوانده و نخستین کسی است که به سفارش همین آقای حائری یزدی کتابی جزوه‌ای می‌دهد بیرون درباره تاریخ حوزه علمیه قم که تا اون زمان چنین جزوه‌ای بیرون داده نشده بود و این آقای حکمی زاده بود که این جزوه رو بیرون داد. چند سال دیرتر این آقای حکمی زاده با آدم دیگری به نام آقای همایون و احمد کسری و چند آخوند دیگر، آخوند معتدل دیگر در قم، نشریه را آغاز میکنند به نام نشریه همایون که آقای همایون ایشان دارنده این مجله بودند و حکمی زاده سردبیر روزنامه مجله بوده و کسروی هم در اون مطلب مینوشته. این نخستین روزنامه اصلاح طلبی یا مجله اصلاح طلبی دینی در ایران به شمار می آمده که کسروی هم در اونجا نوشتارهای خودش رو در نقد به خرافات آغاز میکنه. آشنایی حکمی زاده و کسروی هم از این راه است. این آقای حکمی زاده رفته رفته
با کسروی بیشتر و بیشتر نزدیک می شود و اندیشه های کسروی رو می پذیرد. و این کتاب، همین کتاب اسرار هزار ساله رو، این کتاب رو در چاپخانه پرچم به چاپ رساندند و از نگاه او آشکار است که سخت از تأثیر احمد کسروی بوده. در سال 1322 این کتاب به چاپ میرسه، کتاب آقای حکمی زاده، و تقریبا همون زمانی است که احمد کسروی هم کارهای فکری خودش رو گسترش داده. و میدانید که احمد کسروی سالی پس از انتشار این کتاب حکمی زاده، یا در همون زمان، تقریبا در همون زمان، کتاب پیرامون اسلام و سپس شیعه‌گری رو منتشر میکنه. این کتاب آقای حکمی زاده که تجدید چاپ هم نشده، در دست نیست، من البته نسخه کهنی از اون رو در دست دارم، در پیشگفتارش، یعنی در این 13 پرسش رو در برابر روحانیان می‌نهد که اگر بخواهید من این 13 پرسش رو همین 13 پرسش رو بفرمایید، چکیدش رو عنوان خواهم کرد. البته در پیشگفتار و مقدمه او میگوید که با این زبان شروع میکنه، چون درخواست کرده بوده که یک نشستی برگزار شود با روحانیان برجسته قم و به این 13 پرسش پاسخ بدهد. در پیشگفتار این گونه مینویسد، میگویید هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و زبانش دوختند. البته این برگرفته از دفتر پنجم مثنوی مولانا است، البته در اونجا اندکی متفاوت است، بر لبش قفل است و در دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها، عارفان کی جام حق نوشیدند، رازها دانسته و پوشیدند، هر که را اسرار کار آموختند، اینجا آمده اسرار حق، مهر کردند و دهانش دوختند. ایشون پس از اینکه این بیت رو از مولانا بازگو میکنه، میگوید که میگویم این چگونه اسراری است که تنها به مردمان زود باور و بی سواد حق دارید بگویید و نشان دهید، ولی پای مردمان دقیق و کنجکاو که به میان میآید انگار جزء اسرار میشود. اگر سر است به هیچ کس نباید گفت، و اگر نیست باری یک بار آن را در چنین مجلسی آشکار کنید. این پیشگفتاری بوده که برای این دفتر نوشته. فرمودید که 13 پرسش رو در اینجا بازگو کنم، البته خیلی خلاصه اونها رو در اینجا عنوان میکنم. نخستین اونها این است که این حاجت خواستن از پیامبر و امامان و این ساختن گنبد و بارگاه چه پیوندی با اسلام داره. پرسش دوم در مورد استخاره است که آخه چرا باید به استخاره که هیچ خردی درش وجود نداره باید به اون اتکا کرد. پرسش سوم جایگاه امامت در دین و مذهبه، اصلا آیا چیزی به نام امامت در دین وجود داشته؟ پاداش هایی که میدادن برای، یعنی این که میگفتن، این رو البته خود کسروی هم با دقت در کتاب شیعه‌گری مطرح کرده، این که میگفتن که اگه برید زیارت و عزاداری کنید پاداش های کلانی در اون دنیا خواهید داشت. میپرسد که چرا؟ میپرسد پرسش پنجم که چرا مجتهدین نمایندگان امامان هستند؟ کجا آمده این؟ از چه زمانی این پدیدار شده؟ بهره‌مندی و استفاده روحانیان از منابعی چون خمس، این از کجا رسیده و چرا رسیده؟ آخوندها در اون هنگام میگفتند مالیات نباید به دولت داد. او در واقع درباره حرام بودن مالیات پرسش میکنه که دولت بنابراین کار خودش رو چگونه باید بگذرانه. این پرسش هشتمه. نهم میگوید که آیا قوانین عرفی زمینی دارای مشروعیتند و بشر باید این قوانین رو بپذیره، یا اینکه این قوانین رو زیر پای بگذاره؟ چون آخوندها میگفتن که قوانین اون زمان مطرح میکردن که این قوانین عرفی در واقع قوانین آسمانی نیست. پرسش دهم
میگوید که این مفهوم ناسخ و منسوخ چیست؟ یه مقدار پیچیده است، اجازه بدید که واردش نشم. این پرسش یازدهم بسیار جالب است. میگوید که این بر پایه چه اصولی شما میگویید که اجتهاد واقعی است؟ احادیثی وجود دارد، نظری وجود دارد و غیره. در پرسش دوازدهم بسیاری از روایات و احادیث رو به زیر پرسش میکشه، میگوید که اینها با خرد نمیخوانه، شما چگونه این احادیث رو توجیه میکنید؟ و سرانجام هم پرسشی میکنه که چرا مردم از دین برگردانده میشوند، چرا دوری میجویند از دستگاه آخوندها. البته در کنار این 13 پرسش 6 نکته دیگر رو هم بیان میکند که نشانی از نگاه زمینی آقای حکمی‌زاده و کسروی به دوران رضا شاه است. اصلاحات دوران رضا شاه رو ستایش میکنه و میگوید که چرا با همه کارهای دوران پهلوی مخالفت دارن آخوندها، کارهای نیکی هم در دوره رضا شاه انجام شده. 6 پرسش رو هم در این زمین عنوان میکنه. اینها نکاتی بوده که آقای حکمی‌زاده در این جزوه بسیار کوچکی که نوشته عنوان کرده و این جزوه نشان دهنده بسیاری از پرسش‌ها و تردیدهایی است که در اون هنگام در جامعه ایران در میان کسانی که از دل آموزش دینی برخواسته بودند وجود می‌داشته. آقای امینی، یکی از هم‌میهنان بینندگان در پیرو سخنان هفته گذشته شما که گفته بودید 2 تن به این جزوه حکمی‌زاده پاسخ دادند، که یکی از آنها این کتاب کشف الاسرار آقای خمینی است و دیگری نوشته است از آقای خالصی‌زاده، پرسیدند که عنوان نوشته آقای خالصی‌زاده چه بوده و در کجا میتوان به آن دست یافت؟ آقای خالصی‌زاده فرزند آیت الله خالصی، یکی از روحانیان طراز اولی است که در خیلی پیش 3 سال پیش از آغاز پادشاهی پهلوی، در هنگامی که بریتانیا دولت نوپای عراق رو به وجود آورد و 2 برادر رو، برادران کلیددار کعبه رو، یکی رو آورد در برادران فیصل رو، یکی رو آورد به عراق و پادشاه کرد و دیگری رو برد در اردن و در اونجا پادشاهی هاشمی رو به راه انداخت، عده‌ای از روحانیون در اون دوران واکنش نشان دادن و بریتانیا اونها رو تبعید کرد و اونها به ایران آمدن. یکی از کسانی که همراه با این روحانیان طراز اول به ایران آمده بود، بلندپایه آقای خالصی بود. این حاج آقا مهدی خالصی‌زاده فرزند اون آقای خالصی است که نام‌آور شدنش در دوران جنبش جمهوری خواهی در سالهای 1302-1303 بوده که بلوایی به پا کرده بود و ضد جمهوری بود و سخت با رضا شاه در افتاده بود. از همون دوران هم یک تردیدهایی وجود داشت درباره رابطه این خالصی‌زاده با آقای سید ضیاءالدین طباطبایی. البته سید ضیاء دیگه از ایران بیرون رفته بود، ولی بعدها خواهیم دید که بعد از شهریور 20 که سید ضیاءالدین به ایران بازگشت در سال پایان 1322 و نماینده یزد شد و حزب را انداخت و روزنامه رعد امروز رو به چاپ رساند، این آقای خالصی‌زاده بسیاری از نوشتارهای دینی خودش رو در توجیه حکومت دینی در مجله این آقای سید ضیاءالدین طباطبایی بیرون میداد که خیلی پرسش برانگیز هم هست که ایشان با چنین تب دینی چرا با سید ضیاءالدین کار میکرده که جای خود داره که به اون بپردازیم. آقای خالصی‌زاده در اون هنگام یکی از آدمهای بسیار سرشناس و پر از سر و صدا در میان روحانیان بود و یه رشته اندیشه های بیژهی هم داشت که با اندیشه های دیگر روحانیان قوم نمیخواند. آقای مهدی حائری که یکی از 2 فرزند حاج عبدالکریم حائری یزدی بودند، آقای
عبدالکریم حائری یزدی پایه‌گذار حوزه علمی قم، استاد دانشگاه بود در بله بله در امریکا در کانادا بود. ایشان که بعدم شخص سخت مخالف ولایت فقیه، ایشان یک نامه می نویسند به خالصی زاده که من نسخه از این نامه رو در دست دارم، البته در جاهای دیگه هم چاپ شده، و از ایشان می خواهند که به این نوشته حکمی زاده ایشان پاسخ بدهند و خالصی زاده این رو می پذیره و کتابی می نویسه به نام کشف الاستار. کشف الاستار؟ استار بله. یعنی پوشیدنی ها رو کشف، پوشیدنی ها بله. کشف الاستار، کشف اون چیزهایی که پوشیده است، چون اون کشف اسرار بوده، این کشف الاستار رو بیرون داده و آقای خمینی کشف اسرار رو بیرون داده. این کتاب کشف الاستار بخشی است از یه مجموعی به نام معارف محمدیه که با هزینه فردی به نام محمد حسین محمدی اردهالی در سال 1323 در چاپخانه تاوان در قم یا تهران یا مشهد، اون رو من نمیدانم به چاپ رسیده چون چند چاپخانه تاوان در اون هنگام وجود می‌داشته، این رو به چاپ رساندن، دیگر هم به چاپ نرسیده. یعنی این کتاب، تنها چاپ این کتاب همون چاپ 1323 هستش در چاپخانه تاوان که خوشبختانه نسخه از اون رو من خیلی نسخه بسیار بسیار بدی از اون رو در دست دارم که تقریبا میتوان گفت که یک سوم برگ‌های اون از میان رفته، ولی به هر حال بر روی کتابی است که آقای خالصی زاده در این زمینه نوشته و پاسخ دیگری است به کتاب حکمی زاده. پاسخش جالبه؟ پاسخش از اون تندی‌هایی که کتاب کشف اسرار آقای خمینی برخوردار هست برخوردار نیست، اندکی معتدل‌تر میباشه. خالصی زاده آدمی بوده که دارای جنبه‌های خیلی ویژه‌ای در دیدگاهش بوده، حتی عده‌ای او رو متهم می‌کردن که وهابی است، یعنی همون اتهامی که به کسری می‌زدن به او هم می‌زدن. در اون دوران فراموش نکنید پرسش‌های زیادی در حوزه‌های دینی در مورد برخی از مسائل وجود می‌داشته و به گفته یکی از بزرگانی که از میان رفتند، زدیات جعفر راهب زمانی هم سفیر ایران در عربستان بود، کسروی با این کارهای خودش این پلنگ خفته دین رو بیدار کرده بود و خیلی ها به این مسائل می پرداختن که این شبهات، این گرفتاری ها، این تردید هایی که در میان مردم به وجود آمده و در حوزه ها هم راه یافته به اینها چگونه باید پاسخ داد. و خالصی زاده از یه دیدگاه دیگه ای وارد این گفتگو میشه و در ادامه گفتگوی امروز حتما به اون خواهم پرداخت. در مورد کتاب آقای خمینی، این رو من جز یک جا ندیدم، در یکی از نشریه های ایران که دیگر به چاپ نمی‌رسد، نویسنده از زبان یکی از یاران آقای خمینی اینگونه بازگو کرده. به درستی هم در آغاز برنامه گفتید که آقای خمینی در اون هنگام یک مدرس گمنامی در قم بوده. میگوید که او، یعنی خمینی، برای تدریس در فیضیه گام نهاد و با دیدن چند حلقه در فیضیه که درگیر شبهه‌هایی شده بودند، ببینید این شبهه‌ها همین شبهه‌هایی که شیخ مهدی همین حکمی زاده ایجاد کرده بوده، شتابان به خانه بازگشت، چنان که تا کشف اسرار را برای چاپ آماده نکرد قلم را زمین نگذاشت. این نخستین کار نوشتاری آقای خمینی است که در اون هنگام هم اصلا آدم شناخته شده ای سرشناسی نبوده. حالا درباره این کتاب چه، یعنی چه نکاتی قابل بررسی است؟ اللحاظ تاریخی، اللحاظ دینی؟ ببینید، این کتاب مورد بررسی به طور جدی قرار نگرفته و باید مورد بررسی قرار بگیره. چرا باید مورد بررسی قرار بگیره؟ چون ما با یک دوران بسیار ویژه تاریخ ایران در اون هنگام روبرو هستیم.
اسم دید من هممیهنان رو به یک سفر تاریخی کمی دورتر ببرم. سال 1300، سال 1300 خورشیدی سرآغاز دو جریان بسیار بسیار مهم تاریخی در ایران است. نخست اینکه سال 1300 خورشیدی بعد از کودتای سوم اسفند و فراز رضا شاه آغاز دورانی است که ما با یک مدل یک توسعه مدرن از بالا روبرو می‌شویم، یعنی یک تجدد آمرانه که شخص رضا شاه و پیرامونیانش آدم‌های اصلی این کار هستند. این پروژه از 1300 آغاز شده، یعنی بسیاری از اون اندیشه‌هایی که در مجلس اول و دوم و سوم در میان مشروطه خواهان وجود می‌داشت و در مصوبات مجلس اول و دوم و سوم مطرح شده بود، از سال 1300 به شکلی آمرانه در دوران پهلوی اجرا می شود. چرا آمرانه آقای بله؟ چرا آمرانه؟ از بالا بود دیگه، یعنی با دستور بود، یعنی با رایزنی و با دخالت مجلس و با شرکت نمایندگان نبود. یک حلقه پیرامون رضا شاه در واقع این کارها رو عملا داشت اجرا می کرد. من امروز وارد بحث درست و نادرست نمی شم چون ما به بررسی دوران رضا شاه پرداختیم، ولی به هر روی یک دوران جدی مدرن‌سازی ایران و یک دوران سکولاریزه کردن جامعه ایران از سال 1300 آغاز شده بود و در این راستای سکولاریزه کردن جامعه و اجرای یک قشر اصلاحات واقعی در کشور ما با یک پدیده دیگری هم روبرو شدیم. یعنی این دو جریان دست به دست هم داد. با اون این بود که آقای عبدالکریم حائری یزدی که زمانی در نجف به سر می برد به قم آمد و در قم حوزه علمیه قم رو پای گذاشت در سال 1300 و در واقع خود او تبدیل شد به یک شخصیت برجسته و بلندپایه‌ترین روحانی ایران. در اون این از دولت اجازه گرفته بود؟ نه خیر، به دولت ارتباط نداشت، کار خودش آغاز کرده بود. در همون دوران بزرگترین مرجع تقلید شیعیان دنیا در نجف آقای آستابالحسن اصفهانی بود. این دو نفر، یکی در نجف و دیگری در قم، سخت پایبندی داشتن به اینکه فقیه در سیاست نباید دخالت کنه. این اندیشه رو به طور جدی بهش باور داشتن و حالا به هر دلیل، شاید رویدادهای ترکیه بود، هر چه بود، آقای حائری در ایران و آقای آستابالحسن اصفهانی در نجف از کسانی بودند که میدان دادند، حالا یا با سکوت یا با پشتیبانی، به دولت رضا شاه. آقای عبدالکریم حائری که اصلا اجازه نمیداد آخوندها درگیر با رضا شاه بشوند، حتی در زمانی که رضا شاه رفت و در صحن حرم بافقی رو کتک زد، از هر گونه سخنان در مورد مسئله بافقی جلوگیری کرد. سخت بر این باور بود که فقیه نباید به حوزه سیاست گام بگذاره. این اندیشه بود که آقای حائری سخت به اون باور داشت و در نجف هم آقای آستابالحسن اصفهانی همین باور رو داشتون. می دیدن که اگر وارد حوزه سیاست بشوند، چه در عراق چه در ایران، دو کشوری که بیشتر مردم شیعی بودند، به دخالت دولت و شاید به پروژه ترکیه کردن ایران بیانجامد. این است که با یک نوع برنامه ریزی جلوگیری میکردن از دخالت روحانیان در حوزه سیاست. بعد از شهریور 20 این گفتگوی تازه آغاز شد. آیا فقیه میتواند وارد سیاست بشود؟ آیا فقیه باید یا فقیهان باید به حوزه سیاست گام بگذارند؟ این گفتگوی تازه‌ای بود، یعنی این گفتگوی بود که در این گفتگو در زمان انقلاب مشروطه با اعدام شیخ فضل‌الله نوری بسته شده بود و تقریبا همه پذیرفته بودند که جای فقیه در سیاست نیست و آخرین فقیهی که آمد و در سیاست تقریبا میتوان گفت نه به عنوان فقیه، به عنوان یک شخصیت سیاسی دخالت میکرد، مدرس بود. و با کنار نهاده شدن مدرس، آدم‌های مانند حائری و آستابالحسن اصفهانی میدان دادند به اینکه پروژه سکولار و پروژه اصلاحات در ایران
پیش برود و جلوگیری نکنند از این کارها. حتی در مورد گرفتن اوقاف، در دولتی کردن آموزش دینی، امتحان آخوند بودن از سوی دولت، یعنی امتحانی که برای کسی رخت دینی بپوشه از او امتحان میکردن، اون رو یک تن از این دو به این فرایندها اعتراض نکرد. ولی بعد از شهر بر 20 که جامعه باز شده بود، این گفتگو آغاز شد و این نوشته آقای خمینی یکی از چندین نوشته است در این زمینه که به بحث نیاز به دخالت فقیه در سیاست میپردازه. 6 یا 7 نوشته بسیار مهم در این دوران به چاپ رسیده از سال 1123 1126 که جالب است در همه این زمینه ها آماج نقد احمد کسروی هم هست. یعنی اول کسی که، نخستین کسی که و شاید تنها کسی که در تاریخ ایران پس از مشروطه، پس از به ویژه دوره آغاز رضا شاه در ایران دریافته بود که ما در آستانه یک دگرگونی ایستاده ایم و آخوندها میخواهند وارد حوزه سیاست بشوند، زنده یاد احمد کسروی بود. و این رو در کتاب پیرامون اسلام و به ویژه در شیعه‌گری بیان کرد که شما اهل سررشته‌داری نیستید، نباید وارد این کار بشوید. خیلی ها هنگامی که این کتاب شیعه‌گری احمد کسروی رو میخوانند از خود میپرسند که این کسروی چرا درباره سررشته‌داری و مدیریت با آخوندها درگیر گفتگو شده، چون کسی از آخوندها در اون دوره درگیر مدیریت نبود. کسروی دریافته بود چون خود او درس دینی خوانده بود، آشنا بود با این آخوندها و در گفتگوهای اونها شرکت داشت، دریافته بود که یکی از مهمترین جریانهای فکری که در جامعه ایران شکل گرفته این اندیشه شرکت فقیه در حوزه سیاست است. کتاب آقای خمینی یکی از کتاب‌هایی است در این زمینه و شوربختا که بسیاری از روشنفکران ایران، بسیاری از سکولارهای ایران، بسیاری از نواندیشان ایران نه تنها این کتاب را نخوانده بودند، آگاهی از این گفتگو بر سر دخالت فقیه در سیاست نمی‌داشتند. حالا اگر فرصت باشه به چند نوشته دیگر هم در این راستا اشاره خواهم کرد. آقای امینی، خواندم در جایی که این نوشته‌های خمینی و خالصی‌زاده بخشی از یک موجی است که به اسلامیات یا رساله‌های سیاسی اسلامی پس از شهریور 20 معروف شده. بله. و خود شما در جایی گفته اید که واکنش در برابر اندیشه‌های کسروی و شبهاتی که او در میان اهل حوزه برانگیخته بود زمینه پیدایش این موج شد. بله. چه کتاب‌ها و رسائلی در این سال‌ها منتشر شدند و گوهر نظری آنها چه بود؟ ببینید، گوهر نظری آنها پیرامون یک پرسش بود: حقوق سیاسی فقیه. آقای حاجب کریم حائری میگفت که فقیه دارای حقوق سیاسی نیست، نه اینکه اصلا دارای حقوق سیاسی نیست، میگفت نیاز به این که ما در سودای حقوق سیاسی باشیم امروز در میان نیست، نباید به این موضوع دامن زد. بعد از شهریور 20 بحث پیرامون حقوق سیاسی فقیه به میان آمد. نخستین نوشته آقای خمینی نیست، نوشته خمینی شاید چهارمین نوشته در این زمینه باشد. نخستین نوشته رو کسی به نام کمالی سبزواری در سال 1322-23 تقریبا همون زمان نوشته آقای کسروی بیرون داد به نام رساله درد ایرانیان دوا نمی شود مگر با انقلاب فکری. کمالی می گفت که، کمالی سبزواری، که این قوانین اسلامی به قدری ماهرانه و کامل تنظیم شده که با طبیعت بشر به خوبی سازش دارد و مانند ذات نوع انسانی جامعه، یعنی اصلا این دیگه از این بالاتر نیست. و میگم این، ما باید اصلا تمام قوانین اسلامی رو در جهان اجرا بکنیم و
همه دولت‌ها باید دولت‌های اسلامی در جهان بشوند و تا موقعی این در دنیا روی ندهد ما در واقع سعادت در این دنیا نخواهیم داشت. خالصی زاده دو رساله بیرون داد پیش از نوشتن کتاب مورد گفتگو، پیش از نوشتن رساله بله کشف الاسرار، پیش از کتاب کشف الاسرار دو نوشته بیرون داده بود. یکی رساله‌ای بود به نام توحید کلمه و وحدت ملی ایرانیان اداره نمی شود مگر به اجرای قوانین اسلامی. این رو خالصی زاده در مجله نشریه آقای سید ضیاءالدین طباطبایی در رعد امروز به چاپ رساند. آقای سید ضیاءالدین طباطبایی که در زمان کودتای 1299 ادعای مدرن بودن داشت، در این دوره جدید حالا دیگر روی آورده بود به تشویق آدم‌های دینی برای جلوگیری از گسترش اندیشه‌های چپ، و آقای خالصی زاده در این رساله از جمله نوشت چاره گرفتاری‌های بشر منحصر به اجرای قوانین اسلامی است و بشر جز این راهی در پیش ندارد. قانون اداری حقوق و اجتماعی اگر به دست بشر و به فکر انسان تنظیم و وضع شود، جهان را به هلاک و دمار و سوق و آبادانی را به ویرانی و خرابی مبدل می سازد. من قسمت های از اون رو می خونم. خالصی زاده حتی معتقد بود که دفتر احزاب سیاسی رو باید بست و باید یه حزب درست کرد. اسم اون حزب چی باید باشه جناب مهری؟ رستاخیز. نخه، حزب الله. اول کسی در تاریخ ایران است که نام حزب الله رو به عنوان حزب یگانه کشور ایران مطرح میکنه. میگه ما یک حزب بیشتر نداشته باشیم. اون حزب الله است. و این رو در سال 1322-23 نوشته. رساله دیگری بیرون داده به نام اسلام و مفهوم حقیقی حکومت ملی. البته این چند ماهی پس از اون رساله نخسته، در اونجا هم باز به همین مسائل پرداخته. و سپس نوشته آقای خمینی است. نوشته آقای خمینی خب از این جهت ارزش داره در اون دوران. حالا در یه شاید امروز فرصت نباشه، ولی در برنامه هفته آینده به درازا به اون خواهم پرداخت. اصولا میگوید که فقیه باید عملا حکومت کنه، ولی در اینجا در این کتاب روشن نیست که قطعا از ولایت فقیه پشتیبانی میکنه. یک جنبه های بسیار جالبی در این کتاب وجود داره که قسمت های از اون رو برای شما خواهم خوان. میگوید که ولایت فقها یکی از فروغ فقهیه و اختلافی بین فقهاست، میپذیره. بعدها در زمان انقلاب 57 آقای خمینی گفت هیچ اختلافی نیست، ولایت فقیه یک اصل است، اصلی است که از اصول دین هم بالاتره. ولی در این کتاب می نویسی که ولایت فقها یکی از فروع فقیه و اختلافی بین فقهاست. برای همین هم است که این کتاب رو در دوران بعد از انقلاب 57 دیگه چاپ نکردن، چون در اونجا اعتراف میکنه. اما ما که میگوییم حکومت و ولایت با فقهاست، نمیخواهیم بگوییم فقیه هم شاه هم وزیر و هم نظامی و سپور باشد، بلکه میگوییم یک مجلس مؤسسان که از افراد یک مملکت تشکیل می شود، این مجلس مؤسسان از فقیهان باشد. یعنی این طرح مجلس خبرگان رو و مجلس فقیهان رو آقای خمینی در سال 1323 در کشف اسرار عنوان کرده. و این جامعه روشنفکری و سکولار ایران چون اینها رو نمی خوانده، تصور میکرده که ایشان، به گفته یکی از کسانی که امروز خیلی از سکولاریسم صحبت میکنه، ایشان یک شخصیت متفاوتی از دیگر آخوندها هستند و اصلا دنبال حکومت دینی نیستند. در حالی که ایشان روشن عنوان کردن که ما در ایران نمیتوانیم حکومتی شبیه اروپا داشته باشیم. البته یکی از ویژگی های این کتاب آقای خمینی و یکی از دلایل دیگری که این کتاب به چاپ نمیرسد در این است که سلطنت رو با قدرت فقیه و
و مجلس مؤسسان فقیهان در تضاد نمیبینه. اجازه بدید یک قسمتی از اون رو برای شما بخونم. بانک جز سلطنت خدایی همه سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است، ولی آنها همین بیهوده را، یعنی فقیهان، بیهوده را هم تا نظام بهتری پیدا نشود محترم می شمارند و لغو نمی کنند. علما اگر مخالفتی داشتند با شخص بوده، با اصل سلطنت از این طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از علما همکاری کردند. این نوشته آیت الله خمینی در سال 1323 است، مردی که بعدها گفته بود که این سلطنت از ذات با دین در تضاد است. دوباره میخوانم: آنها، یعنی فقیهان، همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود تأسیس کرد محترم میشمارند و لغو نمیکنند. علما اگر مخالفتی داشتند با شخص بوده، یعنی با یه پادشاه بوده، با یه امیر بوده، با اصل سلطنت از این طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از علما همکاری کردند. این سخنان آیت الله خمینی در این کتاب است. چندین رساله دیگر در این دنیا در این دوره منتشر شده که دیگر از نام‌آورترین این رساله ها دو نمونه دیگر رو نام میارم. یکی رساله کسر کسروی یا شکست کسروی است از آیت الله نورالدین شیرازی. ایشان بستگی هم با آقای کاشانی داشتند، گویا داماد آقای کاشانی بودند اگر اشتباه نکنم، یه نسبتی داشتند با آقای کاشانی، شیرازی هم هستند، و ایشان هم باز گفتن که باید در واقع فقیهان در کار سیاست دخالت کنند. مدلشون با نظریه آقای خمینی که میگفته مجلس مؤسسان فقیهان درست بشود متفاوت بوده. معتقد بوده که روحانیان باید در همه امور اجتماعی فتوا بدن، دخالت، نه فقط دخالت کنن، فتوا بدن. یعنی فتوای روحانیان تنها محدود به دستورهای دینی نیست. این عبارت ایشان را میخوانم: در هیچ یک از کتب فقهی تکفل سلطنت به شخصه برای فقیه واجب نشده و نظارت منظور است. رأی و نظر و فتوای ایشان در کیفیت تشکیل دولت و اداره کردن کشور و حسن نظم آن امور مدخلیت دارد، اما نیازی به مداخله مستقیم آنان نیست. حالا ممکن من اشتباه خونده باشم، ولی به هر روی ایشان در واقع میگویند که فقها باید بیایند و با فتوا دخالت کنند. یکی کتاب دیگری هم از قاسم توس، این از حکومت در مذهب شیعه است، ایشان هم در واقع میگویند که خیلی جالبه. این نویسنده این کتاب حکومت در مذهب شیعه، ایشان دفتر رو تقریبا بستن و پیشبینی که میکنن با آنچه که در جمهوری اسلامی انجام شد کاملا میخواند. میگویند که حکومت فقیه حکومتی است استبدادی، انتخابی و قانونی. استبدادی است زیرا تمام اختیارات حکومت در دست یک نفر است. اینو در سال 1026 ایشان نوشتن، یعنی درست 70 سال پیش. ایشان پیشبینی کردند که ولی فقیه قدرت مطلق خواهد داشت. قانونی زیرا قوانین قبلی در میان هست، و انتخابی است زیرا که عده‌ای رو در واقع انتخاب میکنن که کشور رو زیر نظر این فقیه اداره کنن. کتاب آقای خمینی از این جهت دارای ارزش بازبینی است که دیدگاه های فردی رو که بعدها پایگزار نخستین دولت دینی شیعی در ایران شد رو خوب باز میکنه و نشان میدهد، و شوربخت رو که کمتر به این موضوع پرداختن و کمتر مورد بررسی قرار دادن این موضوع رو، یعنی اصلا شاید خیلی ها نشاید، من فکر نمی کنم من در دوران زندگی خودم بیش از شاید 3 نفر رو دیده باشم که کتاب آقای خمینی رو خوانده باشم. آقای امینی،
یه دو سه تا ایمیل رسیده، موافقین بررسی کنین؟ یعنی ادامه گفتگو پیرامون کتاب آقای خمینی رو بگذاریم به هفته آینده؟ بله. بسیار خوب، با کمال میل. یکی از اونها پیشنهادهایی داده است ممکنه مورد توجهتون قرار بگیره. بله. نوشتند آقای امینی گرامی سلام، بارها از شما درخواست هایی کردم که به هیچ کدام پاسخ ندادید. پوزش میخوام از هم میهنی گرامی به دروازی ندرنش. نه درست میگم. اما نقد منفی جدید من بر شما این است که همانطور که مدت تا پیش گفته بودم بیشتر برنامه های شما در مؤلفه رضا شاه است. من به عنوان یک بی‌طرف با اینکه میدانم شما طرفدار مصدقید گمان میبرم مبادا دستهایی در کار است که شما این همه به او میپردازید، به رضا شاه. از بدید همینجا من میان صحبت میان سخن شما بیام. بفرمایید. ما در مورد رضا شاه 5-6 برنامه بیشتر نداشتیم و این برنامه ها پر از نقد به دوران رضا شاه هم بوده و این است که شاید این هم میهن گرامی تنها این دوره برنامه ها رو نگاه کردند و یه مقدار واکنش نسبت به اون دارن. بفرمایید. بله، عرض کنم که و ادامه میدن و شما نمیدانید که آنچه شما در مورد رضا شاه میگویید را کم و بیش در کتاب های داخل کشور هم میتوان یافت. ولی آیا میتوان در حکومت داخل چیزی موثق درباره حزب دموکرات کردستان و قاسملو یافت؟ من این همه پا بر یک قبر کوبیدن را متوجه نمیشم آقای امینی. از آنجایی که من در داخل کشورم کمی بیشتر از شما میدانم که اینجا مردم به چه آگاهی های بیشتر نیاز دارن. مردم امروز ایران رضا شاه و محمد رضا و مصدق را آدم های خوبی می دانند و جمله ای که من بارها از آنها شنیدن در مورد محمد رضا شاه این است که والا راحت بودیم، یا در مورد رضا شاه دمش گرم پدر آخونده رو در آورد. من با تمام احترامی که برای شما آقای امینی دارم باید بیان کنم که راهی که شما می روید بیشتر راهی است چند بار رفته شده. با توجه به اینکه دروغ و خرافه این مملکت رو فرا گرفته و شما نیز یکی از اهدافتان زدودن این موارد از اذهان ایرانیان است، آیا بهتر نیست به جای بارها پژوهیدن درباره شاهان دیروز و درباره محمد مصدق، درباره آنچه آخوندها به دروغ درباره مخالفان خود به خورد ما دادن بیشتر سخن بگویید، یا از کسانی سخن بگویید که کمتر شناخته شدند ولی بزرگ بودند مانند تقی‌زاده؟ با سپاس. اسمشون هم مسعود برای نکاتی که ایشون میگن و سه دقیقه وقت دارین در زم. با بسیاری از نکاتی که ایشون مطرح میکنن موافق نیستم، ولی بر روی دیدگاه بسیار بسیار محترمی است، باید به اون نگاه کرد. من فکر نمی کنم که بررسی دوران رضا شاه، محمد رضا شاه، مصدق کاری باشه که ما بیش از اندازه انجام دادیم و نباید بیش از این به اون بپردازیم و فکر می کنم همچنان باید به این دوران پرداخت. در پرتو این بررسی هاست که جایگاه کسانی مانند تقی‌زاده و دیگران رو می توان مورد وارسی قرار داد و اصولا برنامه هایی که من و شما جناب مهری دنبال می کنیم یا در یک کلمه من دنبال می کنم برنامه های با دیدگاه افشاگری آنچه که امروز در ایران می گذرد تنها نیست، بلکه من ریشه رو جستجو می کنم. همون گونه که امروز در این برنامه با هم گفتگو کردیم پیرامون کتابی که 75 سال پیش تقریبا آقای خمینی نوشته و کتاب‌های دیگری که بین 75 تا 65 سال پیش دیگران نوشتن در مورد نیاز به حکومت فقیهان و اینها از دیدگاه
جامعه ایرانی، روشنفکر ایرانی، پژوهشگر ایرانی به دور مانده، کمتر به اونها پرداخته شده. اینها در واقع ریشه یابی گرفتاری های تاریخی جامعه ماست. این کتاب ها به چاپ رسیده و کمتر به نقد کشیده شده و تصور این بوده که مگر ممکن است آخوند به قدرت برسه، مگر ممکن است فقیه دولت اداره بکنه. و خیلی ها این حرف ها رو در همون یکی دو سال پیش از انقلاب 57 و شاید 6-7 ماه پس از انقلاب 57 می زدن که خود آخوندها هم گمان نمی کردن بتوانن کشور رو اداره کنن. و امروز می بینیم که نزدیک به 40 سال است که اینها بر سر کارند. بنابراین باید ریشه یابی کرد، باید بازگشت به تاریخ و دید چه زمینه های بسیار مهم تاریخی ما رو به امروز به اینجا کشانده و با ارزیابی از اونها از تکرار این رفتارهای نادرست جلوگیری کرد. چون سرانجام حکومت جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید، موضوع بر سر این است که آیا ما می توانیم با درس گرفتن از تاریخ یک دموکراسی ماندگار، یک سکولاریسم ماندگار در ایران بسازیم و هر چند سال یک بار با این گرفتاری ها روبرو نشویم. 110-11 سال از انقلاب مشروطه می گذرد و نگاه کنید در این دوران تا چند اندازه ما افت و خیز و بلند و پایین رفتن داشتیم و دگرگونی های بسیار اساسی از اون زمان تا به امروز. 4 پادشاه ایران در بیرون از ایران درگذشتند، نخست وزیران بسیاری آمدند و رفتند و ما هنوز با گرفتاری های توسعه، گرفتاری های عدالت اجتماعی، گرفتاری های پیوند پیدا کردن با دنیای مدرن روبرو هستیم. اگر ریشه یابی نکنیم، نخواهیم توانست گریبان خودمون رو از این تنگنای بزرگ تاریخی که ماندگار در ایران شده رها بکنیم. کاملا درست. ولی به هر حال به پیشنهاد ایشون هم فکر کنید آقای امینی. حتما. خیلی ممنون ازتون که در آینده نزدیک به تیمورتاش بپردازید. حتما. خیلی متشکر. خسته نباشید تا هفته آینده. و با سپاس از همیهنانی که به این برنامه توجه کردند، از آقای امیر هم که برنامه فعلی رو کارگردانی کردند مثل همیشه البته، تشکر میکنم. شب و روزتون خوش.